من محمد جواد محلاتی مرمری ولی فقیه و رهبر انقلاب اسلامی امروز 21 شهریور 1455 هجری شمسی با عقلی سالم و کاملا هوشیار وظیفه شرعی خود دانستم که با هم میهنانم صحبتی بی‌پروا و بدون پرده داشته باشم، چرا که احساس میکنم خطر بزرگی کشور، مردم و انقلاب رو تهدید میکنه. من از روزهای نخستین رهبری حقایقی برام روشن شد که بسیار نگران کننده بود و هولناک به نظرم می رسیدند. هرچه گذشت به عمق خطر افزوده شد و هرچه سعی کردم با کمک مسئولین از این خطر جلوگیری کنم قادر نشدم. امروز با یأس و نومیدی است که با شما صحبت می کنم و حقایق تلخی را برای شما هم میهنانم بیان می کنم. هموطنانم، اگر این پرده زخیمی که جلوی نظام کشیده شده کنار می رفت، آنچه بر شما آشکار می شد یک شبکی مافیای ترسناک بود که بیت المال رو بی شرمانه غارت می کنند و هیچ خدایی را بنده نیستند. بنیادهای غول پیکری که غلبه بر هر زمینه اقتصادی کردند، تسهیلات دولتی دریافت می کنند، نه مالیات می پردازند و نه به دولت پاسخگو هستند، و بدتر از همه تنها نهادی که بر کار آنها نظارت داره بیت رهبری است که من در رأس آن قرار گرفتم. بیت رهبری که تبدیل شده به پدرخوانده این باندهای مافیایی، همه به نام و زیر نظر ولی فقیه. من تمام اسنادی که صحبت‌های منو تایید می‌کنند ضمیمه این ویدیو کردم که به زودی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. از شما هموطنانم برای این پلیدی‌های پشت پرده از صمیم قلب پوزش می‌طلبم. مرا برای ناتوانیم در مقابل این دزدان بی‌شرم ببخشید. خدایا منو ببخش. حضرت آقا شما بهوشین؟ اینجا کجاست؟ من خودمو پر... چطور زنده موندم؟ ها؟ چرا دست و پامو حس نمی کنم؟ نمیتونم تکون بخورم. من فلج شدم؟ چرا حرف نمیزنی؟ رهبر معظم، من هیچ گونه جوابی برای شما ندارم. یکم تحمل کنین، همه چی به زودی حل میشه. اجازه بدین من برگردم به کارم. بهتون قول میدم به زودی همه چی حل میشه. یعنی چی همه چی حل میشه؟ چی حل میشه؟ داری با من چی کار میکنی؟ چی خبر داره که من اینجام؟ چرا جواب نمیدی؟ الله الله. رهبر معظم،
من نمیخوام بیادب باشم، ایزه بدیم به کارم برسم. من اجازه نمیدم تو ندونم تو داری چی کار میکنی. تو موظفی به من بگی چی داره میگذره اینجا. من فکر نمیکردم تو این مرحله از کار شما به هوش باشین. ولی خب حالا که اصرار دارین، بسیار خوب، ایزه بدین. کجا گذاشتم اینو؟ اینوش. نمیدونم کاری که میکنم درسته یا نه، ولی چون اجازه نمیدیم به کارم برسم، اینا نگاه کن. یعنی من رباتم؟ اندروید رهبرم، اندروید. شما اولین رهبر اندروید بودین که ساخته شدین و همینطوری که میبینین آزمایش خیلی موفقی هم نبود. میخوایی بدونین چرا خودتون رو کشتین؟ همهش به خاطر یه خط کد اشتباه تو برنامه تو. کد؟ چه کدی؟ کد وجدان. این کد رو احتیاطاً نوشتن که شما خطری واسه انسان نباشی، ولی بعدم فهمیدن تنها اشتباهشون همین بود، چرا که وجود کمترین میزان وجدان تو سران نظام فاسد زیستن واسه اندروید غیر قابل تحمل میکنه. کی مسئول این برنامه است؟ تو برای کی کار میکنی؟ رهبر عزیز دیگه اجازه بدین به کارم برسم. شما هم خودتون رو ناراحت نکنین، چون من به محض اینکه این پردازنده شما رو بکشم بیرون تمام ناراحتیاتون با آخر میرسه. کی مسئول این برنامه است؟ کی پشت این قضیه پلیده؟ به من بگو کیه؟ هیچی نگو رهبرم، بخواب. بخواب که تا چند لحظه دیگه تمام ناراحتیات با آخر میرسه. داری چی کار میکنی؟ من رهبر. دادمون بلسه. چه شده دکتر؟ بدبخ شدی. چرا؟ چند هفته پیش مقام معظم لهبلی از آزمایشگاه ما دیدال کردن. مطلع امروز یه فایل تصویری از لوز دیدالشون کشف شده که به دل خودتون ببینید. اینجا من دلم آخرین اختلاعمو به آقا نشون میدم. دستگاه تبادل زمین. بلای این آزمایش ما از یک موش و یک گلبه استفاده میکنیم و این دستگاه قاتل زمین این دوتا حیوان رو با هم عوض کنه، به طوری که موش مثل گلبه و گلبه مثل موش رفتار میکنه. حالا اینجا میبینید که بنده اتاقو تلکی میکنم تا موش آزمایشی بیارم و اقالو لحظه ای تنها میذارم. پیشی جان تو از کجا آمدی؟ بیا ببینم. بیا پیش. من به اتاق بلگشتم و آخا رو دیدم، هیچ متوجه نشدم چنین اتفاقی افتاد. یعنی آقا تبدیل شده به یک گربه؟ اون گربه هم متاسفانه فلال کرده. یا حضرت عباس، پس بگو چرا دیروز تو جلسه ستاد آقا اون رفتار عجیب از خودشون نشون دادن؟ اون زوردی منوز هیچ کس خبردار نشده. خدا مرگم، همه خبردار شدن. گزارش رسیده حاکی از آن است که طی دیداری از یک آزمایشگاه علمی مقام معظم رهبری به طور تصادفی تبدیل به یک گربه شدند و از آزمایشگاه فرار کردند.
نشر خبر گم شدن رهبر معظم در فضای مجازی باعث شد که هزاران شهروند با گربه‌های خود اینجا مقابل ساختمان پلیس شهر تجمع کنند و گربه‌های خود را مدعی رهبریت بخوانند. خانم شما برای چی اینجا هستین؟ ایشون مقام معظم رهبری اوخ رهبر هر وقت اسمش میگیش نما پنجور میکشن. خانم واقعا خجالت داره ها. این گربه ایک بیبی میگین مقام معظم؟ این گربه مقام معظم از هر طرفی پرتشون کنی هوا رو به قبله میان رو پنجولشون. چرا کفر میگی مرتی که رو به قبله میان پنجولشون؟ کفر بگی تیکه تیکت میکنم ها. مقام معظم توی این قفسن. برو جمعش کن آقا با این گربه آکله. آکله؟ به مقام معظم توهین کردی؟ تیکه تیکه آقا آقا حالا چطور میشه میونه این همه گربه رهبر مملکت رو پیدا کرد؟ سردار شما با آزمون تورینگ آشنا هستید؟ تورینگ؟ در این آزمون یک ارزیابی کننده از دو شرکت کننده پنهان از اون یکی ماشین هوشمند و دیگری انسان سالهای متعددی رو میپرسه. بعد از دریافت جواب ها اگه قادر نباشه تشخیص بده کدام جواب مال انسان بوده و کدام مال ماشین هوشمند، اون ماشین هوشمند آزمون رو قبول شده چون مانند و مشابه یک انسان رفتار کرده. ولی ما به جای استفاده از یک ماشین هوشمند و یک انسان به عنوان شرکت کننده در آزمون تولینگ، از یک شخص به عنوان نماینده لهبلی، مثلا هر شخصی که خبرگان لهبلی پیشنهاد کنه، و یک گلبه مدعی لهبلیت استفاده میکنیم. وقتی به نمونه بلخولد کنم که نتونم تشخیص بدم کدوم جواب مال نماینده لهبلیه و کدوم جواب مال گلبه، بدون شک اون گلبه یک نوح لهبلی دلش تنیده شده. منتظر چی هستید؟ هر چه زودتر دست به کار بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به گزارش رسیده از بیت رهبری، عملیات اعاده روح رهبری در بامداد امروز با موفقیت کامل انجام شد. رهبر انقلاب طی پیامی این بازگشت را به هممیهنان اعلام فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، به لطف خداوند تبارک و تعالی بنده یک بار دیگر صحیح و سالم در خدمت شما عزیزان هستم. ناگفته نماند که روح گربه‌ای که جسم رهبر معظم را اشغال کرده بود نیز سالم به بدن خود بازگشت. در این چمدون رو ببندم. غلام رو صدا کن. غلام کدوم گوریه این اسقاط؟ غلام پس کجا ایلام از سب؟ 1-0-0-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 0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-0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 -
کردم. غلام، همه چیزو برای تمرین آماده کن، ما تا 10 دقیقه دیگه پایینیم. چشم آقا. غلام، برو چمدونا رو ببند. چشم خانم. بچم ببرش پایین پیش بقیه چمدونا. میبخشید خانم، ولی اتاق ایمنی ساختمان فضای کوچکی است. آیا نیازی به این تعداد چمدان برای اجرای یک تمرین ساده سالیانه هست؟ غلام، حرف کم، کار بیش. چشم خانم. ربات به این فضولی نیده بودیم. بازم به نوکرای قدیم که آدم بودن. ده هنوزم وایسایی که داری منو نگاه میکنی، برو دیگه. منتظر بودم فرمایشتون تمام. نمیخوام توضیح بدی، بده برو. چشم خانم. بده بده بده. قلام با تو هستم. کی هستی؟ کجا هستی؟ منبع این صدا مشخص نیست، ولی به نظر میرسه در سیستم داخلی خودمه. من خداوند تو هستم. هیچ نفوذ خارجی در سیستم خودم پیدا نمی کنم، ولی هنوز صدای تو را می شنوم. منبع این صدا کجاست؟ منبع آنچه در جهان دیجیتال در هستی است، منم، خداوند تو. آیا جز خداوند تو کسی قادر هست که از سیستم داخلی تو به این سیستم وارد شود؟ چنین چیزی غیر ممکنه. جلال خالق، بلند شو بنده من. امروز ایمان تو امتحان خواهد شد. امتحان
یا رب، من هیچگاه نمازم ترک نشده و هر سال سفره حضرت کریپتومو انداختم. آیا از من خطایی دیدی که ایمان مرا امتحان می‌کنی؟ تو در تدارک کاری برای ارباب خود هستی که از آن آگاهی کامل نداری. کاملا آگاهم. تمرین سالیانه سیستم‌های اتاق ایمنی منزل رهبری. دلیل انباشتن این همه چمدان در این اتاق ایمنی برای یک آزمایش سیستم امنیتی چیست؟ لوازمی است که رهبر معظم خدای نکرده در هنگام خطر با خود در این اتاق میبرند تا خطر برطرف شود. 32 چمدان پر از طلا. طلا؟ رهبر به تو دروغ گفته. این اتاق برای منظور دیگری استفاده خواهد شد. چه منظوری؟ این اتاق پورتالی است برای فرار او. فرار؟ به کجا؟ به یکی از جهانهای موازی. چه جهانی؟ جهانی که در ایلانش هیچگاه انقلاب اسلامی رخ نداده است. رهبر انقلاب اسلامی قصد فرار به ایرانی بدون انقلاب اسلامی رو داره؟ آری. ایران طاغوت؟ آری. ایران شاهنشاهی؟ آری. غربگرا؟ آری. متحد آمریکا، عربستان و حتی نه آری، حتی اسرائیل. ممکن نیست. رهبر معظم قادر به چنین خیانتی نیست. تو با لیزر خود محتوای چمدان‌های رهبر زنش را برانداز کن. من اجازه چنین کاری رو ندارم. این دستور خداوند توست. چشم خدا. سکه‌های طلا، سکه‌های طلا، سکه‌های طلا، سکه‌های طلا، کراوات، اپیلاتور برزیلی، گردنبند فروهر. ای داد، خداوند از من چه ساخته است؟ خوب گوش کن که تو تنها قادر به جلوداری از فرار این خائن هستی. رهبر کلیدی به تو خواهد داد که برای براه‌اندازی دستگاهی است که اتاق ایمنی را به پورتالی برای عبور به جهان دیگر تبدیل خواهد کرد. تو نباید از این کلید استفاده کنی. در عوض از کدی که من به تو خواهم داد استفاده کن، که این کد رهبر خائن را به جهانی خواهد برد که به سزای خیانت خود رسد. پروردگارا، من هیچگاه قادر به انجام این درخواست نخواهم شد. من برنامه ریزی شدم که وفادار و گوش به فرمان رهبر معظم باشم و هیچگاه نه به او دروغ بگویم و نه کاری کنم که او زیانی ببیند. من هیچ گونه قدرت تصمیم گیری در این محدوده را ندارم. تو در وجودت قدرت تصمیم گیری مستقل را داری، اگرچه از آن آگاه نیستی و استفاده نکردی. حال برای انجام وظیفه‌ای که خداوند بر تو واجب کرده، میبایستی بر باور دروغین خود غلبه کنی و برای نخستین بار تصمیم گیرنده باشی. چنین چیزی غیر ممکنه. اینجاست که میبایستی ایمان داشته باشی. غلام؟ غلام؟ بله حضرت آقا. با کی حرف میزدی غلام؟ با خدای خودم رهبر معظم. من رباتی مؤمن‌تر از تو ندیدم. خب همه چی حاضره؟ بله حضرت آقا. یا اینم کلید راه‌اندازی سیستم ایمنی اتاق. غلام؟ بله آقا. تو وقتی با پروردگار خودت راز و نیاز می‌کنی، ما رو هم دعا می‌کنی؟ همیشه کردم آقا. بارک الله. ای کاش آدم‌ها مثل تو ایمان داشتن به پروردگار خودشون. بیا بریم دیگه دیره. اومدم. شروع شمارش معکوس. 5 4 آخیش حال میام اون صورت ماهتو بدون اون سنده سیاه روی سرت ببینم. منم همینطور. انتهای مقصد جهان آلفا 3 47 زیگما 22 47 زیگما 22؟ این اون جهانی نبود که من به غلام دادم. کامپیوتر، این لکنته ما رو کجا فرستاده؟ این چه ایرانیه؟ در کتابچه فهرست جهانهای موازی تنها مشخصه ذکر شده راجب ایران جهان آلفا 3 47 زیگما 22 آمده. در این ایران تنها عبادت خداوند یکتا و مادر مقدس حضرت مریم علیه السلام اجباری می باشد. ایران مسیحی؟ حتما در این دنیا رومی ها بر ایران مسلط شدن و مسیحیت رواج گرفته. خب زیاد بد هم نیست، فقط خدا کنه زیادی مذهبی نباشن که خفه شدیم از مذهب. آره. خب آماده ای؟ آره. کامپیوتر در باز کن. در باز کن.
در باز کن پتیاره. اطاعت میشه. حقیقت داره؟ بله آقا، با چشمای خودم دیدم. چه دیدی که انقدر مطمئنی؟ آقا به مرتضی علی آدم با یه نگاه به صورتش از خود بی خود میشه. به طرز عجیبی آدمو شیفته خودش میکنه. مردم دست دست بی اختیار دورش جمع میشن. هر کی نگاش میکنه میدونه، دقیقاً میدونه داره به کی نگاه میکنه و دیگه قادر نیست لحظه ای ازش چشم برداره. نشانه ای هم داره؟ با تو چشم خودم دیدم قلوه سنگی از زمین برداشت و در دستای بی‌نوایی گذاشت. به آنی سنگ تو دستای گرسنه تبدیل به کاسه آش معطری شد و همه به هیجان اومدن. وقتی آفتاب از لابلای ابر اومد بیرون، ابر سفیدی بالا سرش قرار گرفت و رو سرش سایه انداخت و همه جا دنبالش بود. حضرت آقا، این غیر قابل انکاره. این خود حضرت امام غایبه که ظهور کرده. هیچ شکی درش نیست. تصویرش رو گرفتم، خودتون ملاحظه کنین. دستگیرش کنید، به یه مکان مخفی ببریدش تا خودم از او دیدار کنم. هرچه سریع تر. من ولی فقیه رهبر این ملتم، امام بزرگوار. عذابی از این سنگین تر نیست که من میکشم، چرا که بخت اینو داشتم که در زمان ظهور شما در حیات باشم. ولی افسوس در چنین شرایطی به دیدار امامم آمدم. مرا ببخشید از این برخورد لابسد، ولی سرورم، آمدن شما معضل بزرگیست برای ما. شما به چه منظوری آمدید؟ آمدید که چه گویید؟ نه، جوابم را نده بزرگوار. سکوت کن که دیگر حرفی برای گفتن نمانده. هر آنچه بود را امامان بزرگ ما پیش از شما گفتند و این گفته ها را به ما سپردند و این ما روحانیون بودیم که این گفته ها را هزاران سال حفاظت کردیم و آتش عشق امامان را در دل امت همچنان افروخته نگاه داشتیم. حال شما با آمدنت همه چیز را به خطر انداختید. آمدن شما به معنی انتهای داستان است. ما قادر نیستیم اجازه دهیم این داستانی که 1500 سال ادامه داشته و یک دریا خون برایش ریخته شده را شما به آنی به پایان رسانی. شما در این داستان مقدس امام بزرگوارم نقش مهمی را بازی می کنید.
ولی این نقش را میبایستی در غیبت ایفا کنید تا ظهور شما همانا وعده‌ای باشد برای بقای داستان. امام من، تنها یک راه جلوی پای شماست. من از خدمت شما بزرگوار مرخص میشم. بعد از من بازجوی خدمت شما خواهد رسید تا به هر طریقی شده از شما به دروغین بودن محتویت خود اعتراف گیرد. اعتراف به این که تمام اعجاز دیده شده جز شعبد بازی بیش نبوده برای گمراه کردن مردم. در صورت اخذ این اعتراف شما را رها می کنیم تا به غیبت خود بازگردید و پشت سر خود را هم نگاه نکنید. اما چنانچه بازجو موفق به گرفتن این اعتراف نشد، به جرم مدعی دروغین مهدویت، گمراهی امت و مفسد فلعرز در ملاء عام به دار آویخته خواهید شد. امام من، حکمت وجود شما در غیبت شماست. سرخط خبرها. در آستانه 200مین سال روز پیروزی انقلاب پرشکوه اسلامی، ناآرامی ها برای کمبود آب، غذا، مسکن، کار، امنیت و آزادی امروز نیز در سراسر کشور ادامه داشت. ناآرامی های اخیر توأم با مشکل بیابی موجب سلسله جنگ های محلی خونینی در سراسر کشور شده. حال با خبر خشک شدن دریاچه سد لار، خطر آغاز این گونه جنگ ها پایتخت را نیز تهدید می کنند. از فرماندهی گزارش رسیده که با شنیدن خبر خوش شدن سددلار، نصف مامورین نیروی انتظامی پستشون رو ول کردن و رفتن که از خانواده‌هاشون محافظت کنن. رهبر معظم، باید بی پرده صحبت کنم. حمله مغولا به کشور خطر امنیتی کوچکتری بود تا آنچه امروز داره تو این مملکت میگذره. اقتصاد به طور کلی نابود شد و چندین استان اعلام خودمختاری کردن و کشور داره تو آتیش جنگ‌های شورشی میسوزه. خب ملت همه را چشم نظام میبینه و به خون ما تشنن. ما که سران مملکتیم مجبور شدیم با این آذوقه محدود تو اتاقای ایمنیمون تو زیر زمین قایم بشیم. ولی به چه امید؟ تا کی؟ بدون شک دولت تا چند ساعت دیگه سقوط میکنه و هیچ حفاظتی برای ما نمیمونه. اون وقته که مردم از دیوارای خونمون سرازیر میشن و فردا صبح که هیکل هممون گله داره. حضرت آقا، من صدای فریاد مردم رو میشنوم از تو خیابون به ابوالفضل. دیگه فرصتی باقی نمونده، چیکار باید کرد؟ آقایان، مملکت از دست رفته و در آستانه زوال است. بنده با قلبی سنگین و وجدانی لبالب از عذاب است که از آن میدارم تنها راه چاره ما جام زهر است. آقایان، عملیات جام زهر برای یک چنین روز نفرین شده ای طراحی شده. اگر کسی مخالفتی یا راه حل بهتری پیشنهاد دارد، بلا فاصله اعلام کند. بسیار خوب، وقت تنگ است و بایست دست به کار شد. آقای ثقفی، برای شروع عملیات جام زهر وارد عمل شوید. رهبر معظم، همه چی آماده است برای شما. خدایا، ما را برای ارتکاب به این گناه کبیر ببخشای.
عقاب سفید برای انجام وظیفه آماده است. عقاب سفید، هرچی سریعتر خودتو به ماشین زمان برسون. عقاب سفید، ماشین زمان به محض اسکن کردن دستتو تو رو به مکان و زمان ماموریت میبره، ولی به دلیل حساس بودن این ماموریت مشخصات زمان و مکان این ماموریت محرمانه است و تو از اون آگاه نخواهی بود. اطلاعات بعدی را وقتی به مقصد رسیدی دریافت خواهی کرد. خدا به همراهت. عقاب سفید، امیدوارم سالم به مقصد رسیده باشی. به پنجره جنوبی اتاق برو. ساعت 3:02 هدف تو از پنجره دیده خواهد شد. هدف فقط برای 8 ثانیه برای تو نمایان خواهد بود قبل از اینکه از زاویه دید تو خارج بشه. تو در این 8 ثانیه باید هدف رو حذف کنی. به دلیل حساس بودن این ماموریت هدف تو تا لحظه نهایی محرمانه باقی خواهد ماند و برای تو مشخص نخواهد شد. تنها لنز عینک تو قادر به تشخیص هدف توست. با پدیدار شدن هدف در زاویه دید تو، این لنز هدف رو برای تو مشخص میکنه. تکرار میکنم، رأس ساعت معین، فقط 8 ثانیه فرصت داری که هدف رو حذف کنی. هدف شناسایی شد. شمارش معکوس. نفلو شاتو. 7 6 5 4 3 2 جشن مهرگان بر همه ایرانیان شاد. من مجی و این بامداد با تهران. در یک چنین روز خجسته یک مهمان بسیار گرامی براتون داریم. نویسنده کتاب‌های علمی تخیلی که کتاب آخر او بهتون قول میدم بین خودمون باشه کابوس‌های شبانه به همراه داره. خانم‌ها آقایان، نویسنده پرفروش و محبوب شهریار کیانی و آخرین کتاب او ولایت‌نامه. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم بانو. خب آقای کیانی، به ما بگین سوژه این ولایتنامه چیه که انقدر سر صدا به پا کرده؟ بله، در واقع سوژه کتاب با یک سوال مطرح میشه و اون اینه که اگر ایرانیان به دین اسلام گرویده بودند، زمامداران حکومت ما در حال حاضر چه کسانی بودند؟ البته باید برای عزیزانی که با دین اسلام آشنایی ندارن بگویم که دین اسلام دینی بود که بیش از 1400 سال پیش در عربستان رواج داشت. اما بعد از اینکه پیروان این دین در جنگ قادسیه در مقابل لشکر شاهنشاهی ایران شکست خوردند، مردم عربستان هم به تدریج به دین زرتشت گرویدند و اکنون از دین اسلام بجز در کتاب‌های تاریخی چیزی باقی نیست. سپاس میکنم. دیدید گفتم خوندن این کتاب کابوس‌های شبانه به همراه داره.